روزگاری نچندان دور توی کوچه پس کوچه های شهر یزد و روستاهای اطراف این نوای دلنشین زیاد به گوش می رسید. سفید جا خود سرمه پیش اومد، لاکی پیش رفت، آخرش پیش اومد سرمه سره دوتا سرمه جا خود. دستان هنرمند این بافندگان از الیاف پنبه، پشم و ابریشم قالی‌های خوشنقش و نگار رو به وجود می آورد. افزایش جمعیت و تنوع طلبی مصرف کننده موجب شد که دیگه فرش‌های دست باف جوابگو نباشه و این گونه شد که فرش ماشینی پا به عرصه گذاشت. فرش‌های ماشینی در ابتدا چندان مورد استقبال قرار نگرفتن، چرا که طرح و نقش اونها و کیفیتشون به پای نوع دست بافش نمی رسید. صنعتکاران کم کم به کیفیت محصولاتشون افزودن و فرش ماشینی رو به فرش دست باف ایدئال مردم نزدیک کردن. از جمله ویژگی‌های ممتاز فرش‌های ماشینی علاوه بر تولید انبوه، تنوع در طرحه. امروزه با استفاده از رایانه میشه هر نوع طرحی رو بر روی فرش پیاده کرد و قالی‌های گران قیمت و ارزان قیمت برای سلیقه‌های گوناگون تولید کرد. تولید قالی ماشینی. اینجا یکی از بزرگترین و مجهزترین کارخونه های تولید قالی ماشینی ایران در یزده، شهری که در تولید فرش های دستباف و ماشینی سابقه ای طولانی داره. این الیاف مصنوعی که از مواد پتروشیمی به دست اومدن یکی از مواد اولیه تولید فرش محسوب میشن. اینها که قسمت عمده فرش یعنی پرز و خواب اون رو تشکیل میدن، بر حسب نیاز با ظاهر و سطح مقطع‌های متفاوت تولید میشن. اینجا واحد رنگرزی بخش مقدماتی مرحله ریسندگیه. الیاف قبل از رنگرزی در این محفظه بزرگ به همراه آب کوبیده و فشرده میشن تا مقدار بیشتری از اونها در محفظه رنگرزی جا بگیره. رنگ در فرش از اهمیت بسزایی برخورداره. برای رسیدن به یه رنگ خاص، چندین ماده رنگین شیمیایی با درصد مشخص با هم مخلوط میشن. از جمله ویژگی‌های این رنگ‌های شیمیایی، ثبات پذیری، عدم ایجاد حساسیت، استقامت در برابر نور خورشید و عدم سایشه. رنگ‌های مخلوط شده رو توی پاتیل می‌ریزن تا به همراه آب و مواد نرم کن به خوبی حل بشن. حدود 4 ساعت و نیم طول می‌کشه تا الیاف اکریلیک کاملاً به رنگ مورد نظر در بیاد. الیاف پس از رنگرزی آبگیری و خشک میشن، اما برای ورود به مرحله ریسندگی هنوز آماده نیستن.
رایج‌ترین رنگ‌هایی که در فرش ماشینی استفاده میشه سفید، سیاه، لاکی، بژ، کرم، صورتی، روناسی و سرمه‌ایه. از اونجایی که در مرحله رنگرزی الیاف به هم چسبیده شدن، اونها رو در دستگاه حلاجی از هم باز میکنن. بلافاصله الیاف رو با محلول آب و روغن مخصوص روانکاری میکنن تا عمل ریسندگی و تولید نخ راحت‌تر انجام بشه. الیاف روغن خورده از طریق کانال و لوله‌های تبیل به دستگاه بعدی فرستاده میشن. در اینجا با استفاده از خارهای فلزی ریز و درشت روی غلتک‌ها طی چند مرحله الیاف‌ها رو کاملاً از هم باز میکنن. الیاف از هم باز شده سپس به صورت مرتبتری در کنار هم قرار می گیرن و در نهایت فتیله می شن. این فتیله ها که هر متر از اونها معمولاً 20 گرم وزن داره هنوز برای نخ شدن آمادگی ندارن. در مرحله بعد 8 عدد از این فتیله ها در دستگاه چند لاکنی در کنار هم قرار می گیرن. این کار دو مرتبه دیگه هم در دستگاه‌های چند لاکنی دیگه تکرار میشه تا خروجی نهایی فتیله‌ای باشه با الیافی کاملاً موازی و یک نواخت که وزنشون معمولاً 8 گرم بر متره. این فتیله نسبتاً قطور برای تبدیل شدن مستقیم به نخی نازک و ظریف هنوز آمادگی نداره و این دستگاه کارش ایجاد این آمادگیه. در اینجا فتیله ها با عبور از غلتک ها و کشش مناسب نازکتر میشن و وزن اونا حدوداً به 2.3 گرم بر متر میرسه. فتیله های نازک شده بعد از جمع شدن روی این بوبین ها راهی مرحله نهایی ریسندگی میشن. اینجا جاییه که الیاف نخ میشن. در این دستگاه ابتدا الیاف برای چندمین بار از زیر غلتک ها عبور می کنن و با فشار مشخص کشیده می شن تا برای نخ شدن قابلیت پیدا کنن. سپس اونا به هم تابیده می شن و به این ترتیب نخی نازک شکل می گیره. در این فرایند هر متر از الیاف با وزن 2.3 گرم به حدود 30 متر نخ تبدیل می شه. بنا به نیاز مراحل بعد نخهای با نمره متفاوت تولید میشه. نمره بالاتر یعنی میزان تاب بیشتر و نخ ظریف‌تر. مقداری از نخهای تولید شده در هر نوبت رو به صورت نمونه و تصادفی در اینجا آزمایش میکنن تا میزان استحکام و یک نواختی ضخامت و نازکی و نمره اونها معلوم بشه. از اونجا که یه دست صدا نداره و هر یک از این نخ‌ها مقاومت زیادی برای استفاده در فرش ندارن، در این دستگاه دولاکنی دو تا از اونا در کنار هم قرار میگیرن و زوج میشن. در مرحله بعد هم توی دستگاه دولاتابی نخ‌های زوج شده به هم تابیده میشن. میزان تاب دو زوج بر اساس نمره نخ متفاوته، به این ترتیب که هرچه نمره نخ بیشتر باشه تاب بیشتری میخوره تا نخ ظریف‌تر و نازک‌تر. اینجا بخش قالی‌بافیه
جایی که از نخهای رنگارنگ فرشهای خوش رنگ و نگار تولید میشه. ابتدا بوبین ها رو با تعداد رنگ معین که بنا به نوع فرش تعدادشون تا 10 رنگ متفاوت میرسه بارگذاری میکنن. از این بوبین ها صدها نخ در رنگ های مختلف سیاه، سفید، سرمه‌ای، لاکی و غیره به قسمت بافت فرش هدایت میشن. این نخ‌ها که جنسشون اکرولیکه قرار قسمت خواب یا همون پرز فرش رو تشکیل بدن. به عبارتی نقش‌های زیبا و رنگارنگ سطح روی فرش با همین نخ‌ها شکل می‌گیره. این غیر از اون قسمت پشت فرشی که زمینه نام داره. نخ‌های زمینه که همون تار و پود قالی رو تشکیل میدن، نخ‌های خواب رو در خودشون نگه می‌دارن. این نخ‌ها معمولاً از جنس پلی‌استر و پنبه تولید و از چله به طرف محل بافت فرش هدایت میشن. نخ‌های پود هم در عرض زمینه ی فرش قرار دارن و از جنس کنف یا پنبه هستن که البته نخ پود فرش‌های با کیفیت بالا پنبه‌ایه. اینجا دستگاه ژاکارد محل شکل‌گیری فرش از طریق درهم تنیده شدن نخ‌های تار و پود و قرار گرفتن نخ‌های خواب در لابلای اونهاست. با تشکیل زمینه توسط نخ‌های تار و پود، بلافاصله نخ‌های خواب با فرمان رایانه با ترتیب و فواصل معین لابلای اونها قرار می‌گیرن و کم کم فرش رو با طرحی مشخص شکل میدن. کیفیت فرش رو بر اساس دو عامل شانه و تراکم می سنجن. شانه به تعداد گره در عرض فرش و تراکم به تعداد گره در طول فرش گفته میشه. هرچه میزان شانه و تراکم فرش بیشتر باشه، کیفیت اون هم بهتر و مرغوب تره. این دستگاه از قالیچه های 50x80 سانتیمتر تا فرش های 2x3، 2.5x3.5، 3x4 و 4x6 رو تولید میکنه. طرحهایی که در این دستگاه استفاده میشه طرحهای متنوعی اعم از قدیمی و جدیده. طرحهای یزد، تبریز، کاشان، نائین، کرمان و ایلیاتی رایج‌ترین طرحهای قدیمی مورد استفاده در این فرش هاست که اونها رو به فرشهای دست باف اصیل نزدیک و مشتری پسندشون کرده. پایان بافت قالی پایان فرایند تولید نیست و فرش تا زیبایی و نقش و نگار واقعی خودش رو پیدا کنه باید مراحل تکمیلی رو پشت سر بذاره. اولین اقدام تکمیلی روی قالی در این مرحله رفوگری یا رفع عیب‌ها و نواقص احتمالی فرش تولیدی به صورت دستیه. برای تشخیص نواقص احتمالی پشت روی قالی رو به دقت بازرسی و کنترل می‌کنند. از جمله عیب‌هایی که ممکنه در تولید فرش‌ها به وجود اومده باشه اضافه بافته، یعنی نخ‌هایی خارج از طرح بافته شده باشن. عیب احتمالی دیگه نابافیه، به این معنی که عمل بافت قالی به صورت کامل انجام نشده باشه. در مجموع میشه گفت با رفوگری پشت روی فرش اصلاح و بیش از پیش آهارزنی به این صورته که پشت فرش رو به چسب مخصوص آغشته میکنن به گونه ای که چسب لابلای نخ و الیاف فرش قرار بگیره. این چسب شیمیایی سفتی نسبتاً زیادی پشت فرش ایجاد و اون رو صاف میکنه. فرش های چسب خورده بلافاصله وارد این اتاقک میشن. در اینجا با حرارت غیر مستقیمی که به صورت هوای داغ به پشت فرش دمیده میشه چسب ها خشک میشن. این سیلندر فلزی بزرگ هم که با حرارت بخار داغ میشه پشت قالی ها رو صاف یا به اصطلاح اتو میکنه. حالا نوبت به صاف و یک دست کردن روی فرش یا روکارگیری میرسه. برای این کار در دستگاه تراش با استفاده از تیغ‌های مخصوص بخش‌های ناصاف از روی فرش برش زده و برداشته میشه.
حالا که سطح روی فرش جلوه زیبایی خودش رو نشون داد، برای ایجاد زیبایی بیشتر دو طرف طولی فرش رو به صورت زیگزاگی می‌دوزن. فرش هایی که از دستگاه بافندگی به هم پیوسته و به صورت رول پشت سر هم می اومدن، در این دستگاه با یه برش عرضی از هم جدا و مستقل می شن. حرکت رو به جلوی فرش ها همچنان ادامه داره. در اینجا دو طرف عرض فرش ریشه زنی می شه. ریشه زنی عرض همچون زیگزاگ زنی طول جلوه زیباتری به فرش میده و موجب شباهت بیشتر اون با فرش دست باف میشه. در انتهای خط تولید هم چشمان تیزبین پشت روی فرش ها رو بازبینی نهایی میکنن تا فرشی که از این کارخانه وارد بازار میشه هیچ گونه عیبی نداشته باشه. قبل از بسته‌بندی در اینجا قالی‌ها شناسنامه‌دار میشن. این شناسنامه شامل کد فرش، میزان شانه و تراکم، کارخانه تولید کننده، مواد اولیه و برخی موارد دیگره. و در نهایت این پوشش‌های پلاستیکی هستن که فرش‌ها رو در خودشون جای میدن تا سالم و تمیز به دست مشتری برسه.